با نام وید خداوند، سرخط مهمترین خبرها از افغانستان. جزئیات بازداشت سربازان دولت پیشین توسط طالبان در پنجشیر و پروان. اقدام جدید شورای عالی مقاومت علیه دولت طالبان. و در ادامه این گزارش، سقوط سقف خانه و جان باختن 7 عضو این فامیل. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه‌ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. شورای مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که طالبان کشور را به انزوا کشانیدند. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به ممنوعیت کار زنان در بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان گفته است که این گروه با چنین سیاست‌هایی کشور را به انزوا کشانیده است. این شورا پنجشنبه شب هفته حمل با نشر اعلامیه منع کار زنان با سازمان ملل متحد از سوی طالبان را به شدت محکوم کرده است. در این بیانیه سیاست‌های طالبان در تضاد با شریعت، منشور سازمان ملل متحد و حقوق اساسی مردم افغانستان گفته شده است. در بیانیه شورای مقاومت برای نجات افغانستان آمده است که اساس مصیبت، درد و رنج حاکم بر مردم افغانستان ناشی از سلیقه غیر مشروع و ظالمانه طالبان است که در پی یک توطئه مبهم بین المللی، منطقه‌ای و خیانت رهبران حکومت پیشین بر افغانستان تحمیل شده و سبب سلب آزادی و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان شده است. به باور این شورا، سازمان ملل متحد نیز در بیشتر از 1.5 سال گذشته رویکرد منفعلانه بر عملکرد طالبان داشته و نظارگر تمویل هفتواره گروهی بوده که افغانستان و مردمش را بر اساس منافعشان به گروگان گرفته است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و نهادهای زیر مجموعه این سازمان خواسته است که با بیرون شدن از این حالت، فشارهای لازم را بر کشورهای مخالف ایجاد مکانیزم نظارت بر نقض حقوق بشر وارد کرده و این راهکار را ایجاد کند. این در حالی است که طالبان بعد از ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی که در اواخر دسامبر سال 2022 اجرایی شده، کار زنان در سازمانهای مربوط به ملل متحد در افغانستان را نیز در هفته قبلی منع کرده است. و در ادامه این گزارش، طالبان یک نظامی پیشین را برای بار دوم در پروان بازداشت کرده است. منابع در ولایت پروان میگویند که طالبان یک نظامی پیشین به اسم نصرالدین سالنگی را برای بار دوم بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کرده است. برادر آقای سالنگی بر روزنامه اطلاعاتی روز گزارش داده است که طالبان حوالی ساعت 3 بامداد روز جمعه 18 حمل بر خانه ایشان در روستای اولنگ ولسوالی سالنگ ولایت پروان هجوم برده و او را بازداشت کرده است. باید افزود که نصرالدین سالنگی افسر قول اردوی 209 شاهین در حکومت اشرف غنی بود. آقای سالنگی در ماه جوزای سال گذشته خورشیدی نیز در ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت و بعد از چندین مدت دوباره آزاد شد. نزدیکان نظامی پیشین میگوید که او بعد از سقوط دولت به دست طالبان به کارهای شاقم مشغول بوده است. با گفته نزدیکان آقای سالنگی، و هنگام تصرف قول اردوی 209 شاهین توسط طالبان تمام تجهیزات نظامی خود را تسلیم داده و کارد تسلیمی نیز دریافت کرده است. پیش از این هم موارد گسترده‌ای از بازداشت و قتل نظامیان دولت پیشین گزارش شده است، اما طالبان با رد این گزارش ها میگویند که به فرمان عفو رهبرشان پایبند هستند. در همین رابطه طالبان یک نظامی پیشین را در ولایت پنجشیر بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان یک نظامی پیشین را از ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بازداشت کردند. با گفته منابع، فرد بازداشت شده دلاغا نام دارد و در حکومت پیشین معاون اداری فرماندهی امنیه ولسوالی روخه بوده است. او برای مدت محدودی به عنوان سرپرست فرماندهی امنیه ولسوالی روخه نیز کار کرده است. منابع بر روزنامه اطلاعاتی روز گفته است که طالبان این نظامی پیشین را بعد از ظهر روز گذشته پنجشنبه هفته حمل از روستای کره دره آبدره ولسوالی عنابه در حالی که مشغول گلکاری بوده بازداشت کرده است. بر اساس اظهارات منابع، طالبان بعد از تسلط بر پنجشیر دلاغا را به کار خواسته بودند، اما بعد از مدتی از کار برکنار و خانه‌نشین کردند. منابع افزودند که دلاغا تمام اجناس و تجهیزات نظامی را به طالبان تسلیم کرده و به هیچ جبهه نظامی مخالف طالبان نیز ارتباطی نداشته است. او اکنون در قید طالبان در ولسوالی روخه زندانی است. با این حال دلیل بازداشت او تاکنون روشن نشده و مسئولان محلی طالبان در پنجشیر نیز در این باره چیزی نمیگوید. باید افزود که طالبان در بیش از 1.5 سال گذشته که بر افغانستان مسلط شدند، ده‌ها نظامی پیشین را بازداشت، زندانی و شکنجه کردند. و در ادامه این گزارش، سقوط سقف یک خانه در لغمان جان 7 عضو یک خانواده را گرفته است.
در پی فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی علیشنگ ولسوالی لغمان، 7 عضو یک خانواده جان باختند و یک نفر دیگرشان زخمی شده است. خیر محمد غازی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت لغمان، میگوید که این حادثه حوالی ساعت 2 بامداد روز جمعه 18 حمل در منطقه قلعتک ولسوالی علیشنگ رخ داده است. به گفته آقای غازی، این خانه در زمین لرزه و بارانهای اخیر آسیب دیده بوده و بامداد امروز هنگامی که تمامی اعضای این خانواده خواب بودند، سقف آن فرو ریخته است. او افزوده است که در این حادثه یک زن و یک شوهر همراه با 5 فرزندشان جان باختند و یک کودک دختر 8 ساله‌ای این خانواده زخمی شده است. با مشاهده تصویر، اجساد 5 کودک جان باخته به نظر می‌رسد که همه پسر هستند. باید افزود لغمان، ننگرهار و کنر از جمله ولایتی‌اند که در آن وقوع حوادث مشابه در جریان ماه‌های گذشته بیشتر گزارش شده است. اوایل ماه جاری بخش‌های از کشور از جمله ولایت لغمان گواه زمین لرزه بوده که تلفات نیز در پی داشته است. باید افزود که باران‌های روزهای اخیر نیز آسیب‌پذیری خانه‌ها را که اغلب از گل ساخته شده‌اند بیشتر کرده است. و در ادامه این گزارش، افراد ناشناس یک زن و شوهر را در ولایت قندهار کشتند. منابع محلی از قندهار در جنوب افغانستان گزارش می‌دهند که گردن یک زن شوهردار در خانه‌اش از سوی افراد ناشناس با کارد بریده شده است. یک منبع معتبر محلی در قندهار می‌گوید که این رویداد شامگاه پنجشنبه 17 حمل در جاده چهارراه منار در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار رخ داده است. بر پایه اطلاعات منابع، مردی که با خانومش از سوی افراد ناشناس کشته شده، گوهرخان نام دارد. باید افزود که طالبان در قندهار وقوع رویداد را تایید کرده و از آغاز بررسی‌هایشان خبر داده است. گفتنی است که این دومین رویداد خونبار در یک روز در قندهار است که رخ می‌دهد. پیش از این نیز مرد در شهر قندهار همسرش را کشته بود. و گزارش دیگر این که منابع محلی در ولایت پروان از کشته شدن یک مرد 32 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد روز پنجشنبه 17 حمل در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر چاریکار به وقوع پیوست است. هرچند انگیزه دقیق قتل این مرد تاکنون روشن است، اما طالبان دلیل وقوع این رویداد را خصومت‌های خانوادگی عنوان کرده است. محمد کامران زید، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در پروان، گفته است که عامل این قتل از سوی گروه طالبان بازداشت شده است. در روزهای اخیر رویدادهای جنایی در بخش‌های مختلف کشور افزایش کم‌پیشینه‌ای داشته است. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، در 24 ساعت 3 تن در ولایت‌های قندهار و زابل نیز کشته شدند. روز دوشنبه 14 حمل نیز 2 تن در ولایت پروان به قتل رسیده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.